کارگران چینی در سال 2023 برای دفاع از حقوق خود دو برابر بیشتر از سال قبل دست به تظاهرات زدند با هم گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم برخی از ناظران و تحلیلگران حوزه چین میگویند در سال 2023 کارگران چینی برای دفاع از حقوق خود دو برابر بیشتر از سال قبل دست به تظاهرات زدند چنین تظاهرات گسترده ای می تواند موجبات فروپاشی حزب کمونیست چین را فراهم کند به گزارش گروه حقوق بشری مستقر در هنگ کنگ به نام بولتن کارگری چین که از جنبش کارگران چین حمایت می کند تا سیه دسامبر و در بهبه اخراج های گسترده کاهش دستمزد و تعطیلی مشاغل در این کشور 1779 مورد اعتراض صورت گرفته است. لای جیانگ پینگ وکیل سابق چینی و تحلیلگر امور چین از کانادا معتقد است که این اعتراضات می توانند به فروپاشی رژیم کمونیستی چین منجر شوند. اعتراضات سراسری کارگری در سال 2023 با وجود کاهش محدودیت های سخت گیرانه کوید که از دسامبر 2022 تداوم داشتند، اقتصاد چین در سال 2023 همچنان روند نزولی دارد. به گزارش بولتن کارگری چین کاهش سفارشات خریداران بین و شرایط وخیم اقتصادی باعث شده که کارخانه ها کارگرانشان را اخراج کنند برای کاهش هزینه ها نقل مکان کنند و یا به طور کلی تعطیل کنند استان کوانگدونگ که قطب تولید چین است در سال گذشته شاهد 510 مورد اعتراض بوده که بالاترین نرخ اعتراض در این کشور است دومین استان به لحاظ تعداد اعتراضات شاندونگ با 108 مورد اعتراض در شرق چین است و استان مرکزی هنان و استان شمالی شانشی هم با 100 مورد اعتراض در رتبه بعدی است. با توجه به سابقه مقامات چینی در پنهان کردن اطلاعات ارزیابی مقیاس واقعی این اعتراضات کاری بس دشوار است. کارگران در چین باید برای بقای خود مبارزه کنند. در حال حاضر بسیاری از مردم با فقر شدید کم منابع مالی برای تأمین هزینه های خانوار و مخارج تحصیل فرزندان، پوشش هزینه های درمانی و بازپرداخت وام مسکن مواجه هستند. شی <جنگ> پینگ رهبر حزب کمونیست با احیای سیاست های اصر انقلابی ماوت تونگ باعث شد که سرمایه گذاران خارجی و کارآفرینان خصوصی چین تمایلی به تعامل با دولت نداشته باشند. لیوان هوا محقق سابق تاریخ چین که همکنون در استرالیا زندگی می کند معتقد است که وقوع اعتراضات گسترده در بین کارگران در وهله اول از اراده آنها برای بقا نشأت می گیرد. اعتراضات جمعی ممکن است به حکومت حزب کمونیست خاتمه دهند. حزب کمونیست چین برای سرکوب مخالفان و معترضان و حفظ حکومت استبدادی خود روی کردی سخت گیران اتخاذ کردند. یک ضرب قدیمی چینی میگوید اگر مردم از مرگ حراسی نداشته باشند تهدید کردن آنها به مرگ بیهوده خواهد بود